در این درس میخوایم در خصوص عبارتهای کاربردی و جمله های رایج با کلمه سام در انگلیسی صحبت بکنیم و اونها رو با هم مرور کنیم و با هم تمرین کنیم و یاد بگیریم دوستان در نظر داشته باشید که سام به معنی بعضی یا برخی همچنین به معنی تعدادی یا مقداری یا کمی در انگلیسی استفاده میشه I need some paper I need some paper. من مقداری کاغذ نیاز دارم من تعدادی نیاز دارم اشاره نمیکنه که تعداد دقیقش چند تا است پس سام برای اشاره به مواردی است که ما تعداد دقیقش رو مشخص نمیکنیم یا نمیدونیم تعداد دقیق چند تا است داره میگه من چند تا کاغذ میخوام یا یه تعداد کاغذ میخوام ولی تعدادش مشخص نیست I need some paper I need some paper I want some paper. I want some paper. من تعدادی کاغذ می خواهم. I want some paper. I want some paper. I want some water. I want some water. من مقداری آب میخوام. همینطور که توجه دارید میکنید some water یعنی مقداری آب مشخص نیست و نمیدونیم آب رو که نمیتونیم بشماریم. پس میشه مقداری آب. I want some water. I want some water. Take some aspirin. Take some aspirin. Take aspirin. یعنی aspirin خوردن قرص aspirin خوردن. Take some aspirin. یعنی مقداری آسپرین مخور یا چندتا تا آسپرین بخور نمیدونیم و نمیتونیم یا یعنی نمیخوایم عنوان کنیم که چندتا تعداد دقیقش مشخص نیست Take some aspirin. یعنی yani چند تا aspirin بخور. Take some aspirin. Take some aspirin. We ate some apples. We ate some apples. ate همونطور که میدونید گذشته eat به معنی خوردن some apples یعنی تعدادی سیب we ate یعنی ما خوردیم some apples یعنی تعدادی سیب خوردیم تعدادش مشخص نیست we ate some apples یعنی ما تعدادی سیب خوردیم دوستان در مورد تلفظ apples اپل یا اپل نیست apple اپل, اپل. p پل، 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 پل. مثل people people apple 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 اپل یا اپل نیست people people apple 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 p p ببینید هیچ صدایی بین p و l وجود نداره apple people پس اینا رو باید توجه بکنید که درست تلفظ بکنید we ate some apples We ate some apples. We need some money. We need some money. Money, yani pool, some money, yani pool. We need yani mala darim we need some money یعنی ما مقداری پول لازم داریم مقداری پول نیاز داریم مقدارش مشخص نیست یه مقدار نامشخص we need some money ما کمی یا مقداری پول لازم داریم we need some money we need some money will you give me some will you give me some will you با کاربرد درخواست از فردی که نظرشونو بدونیم give me یعنی به من بدهید some یعنی مقداری کمی Will you give me some میشه کمی به من بدهید حالا منظورش چیه مثلا طرف داره نوشابه میخوره یا داره مثلا آب جو میخوره البته بدون الکل شیتونا میگه Will you give me some میشه یک کم به من بدی some اشاره میکنه به اون یک کمیه به اون مقداره Will you give me some میشه یک کم به من بدی از اون چیزی که داری از اون چیزی که داری میخوری نوش جان میکنی Will you give me some Mishikambedi? Will you give me some? He took out some coins. He took out some coins. took out گذشته take out take out یعنی بیرون آوردن در اینجا he took out یعنی او بیرون آورد some coins coin یعنی سکه coins حالت جمعشه some coins یعنی تعدادی سکه که ما تعدادش رو نمیدونیم مقداری تعدادی he took out some coins او تعدادی سکه بیرون آورد He took out some coins. He took out some coins. I want some fresh eggs. I want some fresh eggs. I want یعنی من می خواهم یعنی تعدادی مقداری fresh یعنی تازه egg همطور که می دونید یعنی تخم مرغ eggs یعنی تخم مرغ ها جمعشه fresh eggs یعنی تخم مرغ های تازه some fresh eggs یعنی تعدادی تخم مرغ تازه I want some fresh eggs یعنی من تعدادی تخم مرغ تازه می خواهم I want some fresh eggs I want some fresh eggs. Save me some ice cream. Save me some ice cream. آیس کریم همطور که میدونید یعنی بستنی سام آیس کریم یعنی مقداری بستنی یا کمی بستنی save می یعنی منو حفظ کن اما در اینجا ادامه داره میده میگه برای من save می برای من یک کم نگهدار دار سام آیس کریم مقداری بستنی save می some آیس کریم یعنی کمی یا مقداری بستنی برای من نگه دار همه رو نخور شیتون سیو می سام آیس کریم فرض بگیرید که ازدواج کردید کوچولوتون بچهتون داره بستنی میخوره یا اگر متعهل هستید بچه ندارید همسرتون داره بستنی رو تموم میکنه بهش میگی سیو می سام آیس کریم کمی بستنی برای من نگه دار همه رو نخور سیو می سام آیس کریم کمی بستنی برای من نگه دار سو می سام آیس کریم مارتا گو موری سام فود مارتا گیو موری سام فود Food یعنی غذا، some food یعنی مقداری غذا، gave گذشته تی give یعنی داد، Marta gave Mori Marta به Mori داد some food مقداری غذا Marta gave Mori some food Marta کمی غذا به Mori داد Marta gave Mori some food Marta gave Mori some food Won't you have some tea? Won't you have some tea? Won't you? یعنی تو نخواهی خواست یعنی نمیخوای Have یعنی داشتن want you have یعنی نمیخوای داشته باشی نمیخوای بنوشی نمیخوای بخوری به همه این معانی ممکن استفاده بشه سام مقداری یا تعدادی که اینجا چون چای منظور ما میشه مقداری کمی سام تی یعنی مقداری چایی want you have some tea آیا مقداری چای نمیخوای منظورش اینه داره تعارف میکنه در واقع خیلی آمیانش و خودمونیش میشه آیا مقداری چای میخوای یا در دو حالات هم معنیش یکی میتونه باشه آیا مقداری چای نمیخوای یعنی یا میخوای یا نمیخوای جواب بده Won't you have some tea آیا مقداری چای میخوای Won't you have some tea Bring me some cold water bring me some cold water cold water یعنی آب خنک some cold water یعنی مقداری آب خنک یا یعنی کمی آب خنک bring me یعنی بیار برای من bring me some cold water یعنی مقداری یا کمی آب خنک برای من بیاور یا بیاورید bring me some cold water Bring me some cold water. I have to get some sleep. I have to get some sleep. Sleep همونطور که میدونید و البته نه به تلفظ اشتباه اسلیپ اسلیپ نیست سلیپ. یعنی خوابیدن یا خواب some sleep یعنی یک کم خواب I have to یعنی من باید get some sleep get some sleep یعنی مقداری بخوابم I have to get some sleep یعنی من باید کمی بخوابم I have to get some sleep I have to get some sleep This tire needs some air. This tire needs some air. Air یعنی هوا. Some air یعنی یکم هوا. مقداری هوا. This tire یعنی این لاستیک. Needs. حالت سوم شخص یعنی نیاز داره. This tire needs some air. یعنی این تایر به مقداری باد یا هوا نیاز داره. پنچر شده یا کم باد شده به مقداری باد نیاز داره This tire needs some air این تایر به مقداری باد نیاز داره This tire needs some air This tire needs some air Won't you have some cake? Won't you have some cake? Some cake یعنی مقداری کیک. Won't you have یعنی آیا نمیخوای داشته باشی؟ آیا نمیخوای بخوری؟ Won't you have some cake یعنی آیا مقداری کیک نمیخوای؟ داره بهش تعارف میکنه. Won't you have some cake؟ یعنی آیا مقداری کیک نمیخوای؟ Won't you have some cake؟ Won't you have some cake؟ Could you get me some tea؟ Could you get me some tea? Some tea یعنی کمی چایی مقداری چایی Get me یعنی برای من بگیری Could you get me یعنی میتونی برای من بگیری Some tea مقداری چایی Could you get me some tea یعنی میشه کمی برای من چایی بگیری Could you get me some tea Could you get me some tea? We hired, some new workers. We hired some new workers. Worker یعنی کارگر. Workers یعنی کارگرها چندتا. تا. New workers یعنی کارگرهای جدید. Some new workers یعنی تعدادی کارگر جدید. تعدادش مشخص نیست چندتا. تا. We hired hire یعنی استخدام کردن hired در زمان گذشته اتفاق افتاده یعنی ما استخدام کردیم some new workers چند تا کارگر جدید we hired some new workers یعنی ما تعدادی کارگر جدید استخدام کردیم we hired some new workers we hired some new workers I have some English books. I have some English books. English یعنی انگلیسی به به بهترین زبان دنیا ساده زبان دنیا زبان علم زبان ارتباطات دنیا که شما دارید یاد میگیرید با همین روش، با همین کلیپ، کم کم آهسته با تلاش دارید یاد میگیرید. آفرین بر شما! English بوکس یعنی های انگلیسی I have some یعنی من مقداری دارم، من تعدادی دارم، من کمی دارم اینجا چون داره در مورد کتاب صحبت میکنه، پس میشه تعدادی I have some English books یعنی من تعدادی کتاب انگلیسی دارم I have some English books I have some English books. I would like some more coffee. I would like some more coffee. کافی که میدونید یعنی قهوه مور کافی یعنی قهوه بیشتر سام مور کافی یعنی مقداری قهوه بیشتر I would like یعنی من مایلم میخواهم I would like some more coffee یعنی من مقدار بیشتری قهوه میخوام یه کم قهوه بیشتری میخوام I would like some more coffee I would like some more coffee Mother bought him some candy. Mother bought him some candy. Some candy یعنی چند تا آب نبات. Bought him یعنی برای او خرید. Bought البته گذشته buy به معنی خریدن. Mother bought him یعنی مادر برای او خرید. Some candy چند تا آب نبات.

Some snakes are poisonous. Poison یعنی سم. Poisonous یعنی سمی. Are poisonous یعنی سمی هستند. Snake یعنی مار. دوستان نگفتم اسنیک. Snake. snake, snake یعنی مار. Snakes یعنی مارها. Some snakes یعنی بعضی از مارها are poisonous سمی‌اند. Some, and... some snakes are poisonous. Will you have some coffee? Will you have some coffee? Some coffee یعنی کمی قهوه. Will you have آیا خواهید داشت؟ آیا می خواهید؟ داره از شما میپرسه مثلا گارسون از شما میپرسه یا دوستتون از شما میپرسه رفتین خونش Will you have some coffee؟ آیا مقداری قهوه خواهید داشت یا میخواهید داره تعارف میکنه Will you have some coffee؟ آیا مقداری قهوه میخوای؟ خواهی داشت Will you have some coffee؟ Will you have some coffee؟ Won't you have some fruit? Won't you have some fruit? Fruit یعنی میوه. Some fruit یعنی مقداری یا تعدادی میوه. Won't you have همطور که گفتیم یعنی نمیخوای تعارف میکنه. میخوای یا نمیخوای. Won't you have آیا نمیخوای some fruit تعدادی میوه مقدار میوه won't you have some fruit یعنی تعدادی میوه میخوای تعدادی مقداری میوه میخوای یا نمیخوای فرقی نمیکنه معنیش در دو حالت یکیه کمی میوه میخوای won't you have some fruit want you have some fruit Would you like some salad? Would you like some salad? Some salad یعنی مقداری سالاد. Would you like یعنی مایلی داشته باشی. مایلی نوشه جان کنی. Would you like some salad? آیا مقداری سالاد میخوای؟ Would you like some salad? Would you like some salad? You will succeed someday. You will succeed someday. someday یعنی یک روزی، یک روزی که مشخص نیست که یک عبارت به این معنی someday یه روزی که مشخص نیست success یعنی موفقیت will succeed یعنی موفق خواهید شد. You will succeed. شما موفق خواهید شد someday روزی با تلاش البته you will succeed someday روزی موفق خواهی شد you will succeed someday you will succeed someday Could I have some more tea? Could I have some more tea? Some more tea یعنی مقداری چای بیشتر. Could I have یعنی میتونم داشته باشم. Could I have some more tea یعنی آیا میتونم کمی چای بیشتری داشته باشم؟ Could I have some more tea? Could I have some more tea? Mori showed us some pictures. Mori showed us some pictures. Picture, yani tasvir, yani aks. Pictures. جمعشه سام پیکچرز یعنی تعدادی عکس showed us یعنی به ما نشون داد در زمان گذشته show یعنی نمایش دادن نشون دادن showed یعنی نشون داد در گذشته موری showed us موری به ما نشون داد some pictures تعدادی عکس رو موری showed us some pictures موری چند تا تصویر را به ما نشان داد موری showed us some pictures Mori showed us some pictures. I want to drink some water. I want to drink some water. Some water یعنی yani مقداری آب. نمیتونیم بشباریمش. مقداری کمی. Drink توجه بکنید تلفظ drink نمیگم drink یا درینک، drink drink i want to من میخواهم drink بنوشم some water i want to drink some water من میخوام کمی آب بنوشم نوش جونت عزیزم i want to drink some water i want to drink some water Please give me some coffee. Please give me some coffee. Some coffee یعنی یک کم قهوه، مقداری قهوه. Give me یعنی بده به من. Please give me لطفاً بده به من some coffee. مقداری قهوه. Please give me some coffee. لطفاً به من مقداری قهوه بدهید. Please give me some coffee. Please give me some coffee. I lent my friend some money. I lent my friend some money. Some money, yani mkdari pool. My friend. یعنی رفیق من، دوست من، شما عزیز دلی که داری این ویس رو گوش میدی، داری این درس رو میبینی، I lent, lent، گذشته لند، یعنی قرض دادن، I lent، یعنی من قرض دادم، my friend، به دوستم، I lent my friend، یعنی من به دوستم قرض دادم، some money، مقداری پول، I lent my friend some money، من به دوستم مقداری پول قرض دادم. I lent my friend some money. I lent my friend some money. Tara asked Mori for some money. Tara asked Mori for some money. For some money یعنی به منظور مقداری پول. Asked گذشته ای ask به معنی درخواست کردن. Tara asked Mori. Tara از Mori خواست. For some money مقداری پول رو. Tara asked Mori for some money. یعنی تارا مقداری پول از مری خواست. تارا asked موری for some money. Tara asked Mori for some money. Susie asked David some questions. Susie asked David some questions. Question. نمیگم question. 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 question استثناست معمولا تی آی او این شن خونده میشه در انگلیسی ولی خب کوسچن استثناست کوسچن یعنی سوال کوسچنز یعنی سوالات سام questions یعنی چند تا سوال اسکت یعنی درخواست کردن یا پرسیدن سوزی اسکت دیوید Susie asked David Aloska, your porseet some questions. Chantosual. Susie asked David some questions. Susie asked David Chantoswal Porse. Susie asked David some questions. Susie asked David some questions. You should get some exercise. You should get some exercise. Exercise یعنی تمرین بدنی معمولا. Some exercise یعنی کمی تمرین بدنی. You should get یعنی تو باید بگیری. یعنی بدنت exercise بگیره تمرین بگیره یعنی چیکار کنی؟ یعنی باید تمرین کنی دیگه you should get some exercise یعنی باید کمی یا مقداری تمرین بدنی بکنی بدناتون افتاده ورزش کنید حرکت کنید you should get some exercise یعنی باید مقداری تمرین بدنی بکنی you should get some exercise you should get some exercise Peter has some money in the bank. Peter has some money in the bank. In the bank یعنی در بانک داخل بانک some money یعنی یکم پول Peter has یعنی پیتر دارد some money in the bank کمی پول در بانک Peter has some money in the bank Peter کمی پول در بانک Norad <laughs> Hushbollish Peter has some money in the bank Peter has some money in the bank I guess you will need some help. I guess you will need some help. some help یعنی یکم کم کمک you will need یعنی تو نیاز خواهید داشت. I guess you will need یعنی من گمان می کنم شما نیاز خواهید داشت. some help کمی کمک من گمان می کنم شما به کمی کمک نیاز خواهید داشت. I guess you will need some help. I guess you will need some help. I will show you some pictures. I will show you some pictures. some pictures یعنی تعدادی عکس show you نشان دادن به تو i will show you یعنی من به تو نمایش خواهم داد یا نشان خواهم داد some pictures تعدادی عکس رو i will show you some pictures من به تو چند تا عکس نشان خواهم داد i will show you some pictures i will show you some pictures موری سپنت سام تایم این لندن. موری سپنت سام تایم این لندن. در لندن. سام تایم. یعنی مدتی رو. سام تایم. یعنی یک کمی مدتی در لندن. سپنت گذشته سپند به معنی صرف کردن، خرج کردن. موری پنت سام تایم این لندن یعنی موری مدتی رو در لندن گذراند. خوشا به سعادتش. اینشاالله شما هم برید به یاری خداوند. البته نه فقط لندن، بتونید برید کل دنیا رو بگردید. موری پنت سام تایم این لندن. موری مدتی رو در لندن گذراند. Maurice spent some time in London Julie went out to buy some food Julie went out to buy some food, some food yani. to buy یعنی خریدن به منظور خریدن went out گذشته go out یعنی رفت بیرون جولی went out جولی رفت بیرون to buy که بخره some food مقداری غذا جولی went out to buy some food جولی به بیرون رفت تا کمی غذا بخره جولی went out to buy some food Julie went out to buy some food. Jason is unpopular for some reason. Jason is unpopular for some reason. Reason یعنی دلیل. Some reason یعنی به یه دلایلی چند تا دلیل. For some reason یعنی به دلایلی. Popular یعنی محبوب دوست داشتنی. Unpopular یعنی بدنام. کسی که دوست داشتنی نیست. مخالف popular. Jason is unpopular. Jason بدنام محبوب نیست. For some reason Bedaye Jason is unpopular for some reason. Jason bedayeeli bat nome hametusstesh narand Jason is unpopular for some reason Jason is unpopular for some reason I agree with. You to some extent. I agree with you to some extent. Some extent یعنی تا حدی، تا مقداری. I agree with you یعنی من با تو موافقم. I agree with you to some extent یعنی من تا حدی با تو موافقم. کاملا موافق نیستم. I agree with you to some extent. I agree with you to some extent I made some mistakes on the test I made some mistakes on the test on the test yani test ya dar made some mistakes کلن میت mistake یعنی اشتباه کردن made some mistakes یعنی چند تا اشتباه کردم I made some mistakes آن the test یعنی من در آزمون چند تا اشتباه کردم امیدوارم که در آزموناتون به خصوص آزمون زندگی اشتباه نکنید یا اگر اشتباه کردید اشتباهاتتون رو به عنوان درس و درس عبرت در زندگیتون استفاده بکنید هرگز به عنوان شکست به اشتباهاتتون نگاه نکنید همیشه به عنوان یک درس به اشتباهاتتون نگاه بکنید و اون درس ها و اون تجربیات رو در زندگیتون استفاده بکنید که تکرار دوباره اشتباهات دیگه اشتباه نیست اختیار خودتونه که اون اشتباه رو تکرار بکنید پس همواره از اشتباهاتتون به عنوان درس و تجربه در زندگیتون استفاده بکنید I made some mistakes on the test من در آزمون چندتا اشتباه کردم I made some mistakes on the test. I made some mistakes on the test. I want to go to America someday. I want to go to America someday. Someday همونطور که گفتیم یعنی روزی یه روزی که مشخص نیست که امریکا، آمریکا یا هر چیز دیگه نیست امریکا یعنی آمریکا. Go to میخوام بروم به I want to من میخوام که I want to go to من میخوام که بروم به America امریکا دی روزی من میخوام که روزی به امریکا بروم امیدوارم که شما هم برید و بتونید بگردید دنیا رو امریکا رو هم ببینید اگر دوست داشتید بتونید بمونید اگر نه بتونید برگردید دنیا رو بچرخید و لذت ببرید از زندگی استفاده بکنید بدرخشید در زندگیتون به دیگران هم کمک بکنید I want to go to America someday من میخوام که روزی به امریکا بروم I want to go to America some day. There are some books on the desk. There are some books on the desk. On the desk yani it really means some books Yanitop. There are some books. On the desk. Yanit Ruya means Chanta Kitop Vuju Dore. There are some books on the desk. Yani Ruyamese Chanta کتاب وجود Dore. There are some books on the desk. We listened to Julie for some time. We listened to Julie for some time. Some time یعنی مدتی مقداری زمان. Listen یعنی گوش دادن. Listened یعنی زمان گذشته گوش دادن. گوش دادیم. We listened یعنی ما گوش دادیم. To Julie به Julie for some time مدتی رو. We listened to Julie for some time. ما مدتی به Julie گوش دادیم. We listened to Julie for some time I asked Mori to lend me some money I asked Mori to lend me some money some money yani miqdari pool lend me yani Cars dodan be man I asked گذشته ask به معنی درخواست کردن I asked Mori من از موری درخواست کردم to lend me که به من قرض بده some money کمی پول I asked Mori to lend me some money یعنی من از موری درخواست کردم که به من مقداری پول قرض بده I asked Mori to lend me some money I asked Mori to lend me some money Some boys came into the classroom Some boys came into the classroom into the classroom and. Yani came گذشته کام یعنی آمد some boys یعنی چند تا از پسرها came آمدند into the classroom داخل کلاس some boys came into the classroom چند تا از پسران به داخل کلاس آمدند some boys came into the classroom some boys came into the classroom Please help yourself to some fruit. Please help yourself to some fruit. Some fruit همونطور که گفتیم یعنی مقداری میوه. Help yourself یعنی از خودتون پذیرایی کنید. Please help yourself یعنی لطفاً بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید. To some fruit با مقداری میوه. Please help yourself to some fruit. یعنی لطفا از خودتون با مقداری یا کمی میوه پذیرایی کنید بفرمایید کمی میوه Please help yourself to some fruit Please help yourself to some fruit I have some work to do this evening. I have some work to do this evening. This evening, yani in as, in as. Some work یعنی کمی کار to do برای انجام I have some work to do یعنی من کمی کار دارم که انجام بدم This evening امروز عصر. I have some work to do this evening یعنی من امروز اصر کمی کار برای انجام دارم یه کم درگیر انجام کارام هستم امروز اصر I have some work to do this evening I have some work to do this evening. بسیار خوب دوستان و همراهان بی نهایت سپاس گذاریم از نگاه های گرم شما عزیزان به پایان این درس در مورد عبارت های کاربردی و جملات بسیار مفید و موثر با سام در انگلیسی پرداختیم و آنها رو با هم تمرین کردیم. عزیزان از شما خواهش میکنیم حتما طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین بکنید مهم منابع یادگیری نیستن این کلیپ رو دوباره ببینید دوباره تمرین بکنید گام به گام طبق روش حتما رو نویسی بکنید حتما رو بکنید حتما صدای خودتون رو موقع بیان با صدای رسا ضبط بکنید و حتما صدای ضبط شده خودتون رو مقایسه بکنید با نحوه تلفظ و نحوه بیان در این کلیپ یا هر کلیپی که دارید باش تمرین میکنید و اشتباهات تلفظیتون رو و اشتباهات بیانتون رو رفت بکنید بدون شک به قطع یقین با پیروی از این تکنیک در بازه زمانی کوتاهی متوجه خواهید شد که این دونه دونه آجرهایی که شما دارید یاد میگیرید کنار همدیگه میگذارید و بنای دانش خودتون رو میبرید بالا چقدر تأثیر زیادی در یادگیریتون و سپیکینگتون و به طور کلی دانش زبان انگلیسی که زبان علم در دنیاست و زبان ارتباطات و چقدر زبان شیر نیست خواهد شد و دانش شما را بالا خواهد برد بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدئوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس بیشتر و درس آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید